از پرتکرار ترین واجه های نویسنده شب است. آنجا که چشم می شوید و در تاریکی مطلق یا زیر نور محتاب ندیده ای را طلب می کند. شب کدام راز ناگفته را هر بار با خود می آورد و سهر با خود می برد. روایت امین حسینیون از شب توصیف همین راز است در آسمانی غیرگون مثل یک شعر بلند. شبها درد بیشتر است. این را هر کس با دندان درد سرشاخ شده باشد می دانند. دانشمندان هنوز دربارهش تحقیق می کنند اما یکی از دلایل را کم بودن ها در شب می دانند. شبها بین آدم و درد فاصله ای نیست و بسیاری از نویسنده ها شب را به همین دلیل دوست دارند. فرانس کافکا به فیلیس باهر می نویسد نوشتن خوابی است گرانتر از مرگ همانطور که کسی مرده را از گور بیرون نمیکشد کسی نیست که مرا شبها از میزم جدا کند شبی که ایستاده بودم سر خاک کافکا در قبرستان یهودی های پراگ به این فکر می کردم که پراگیها از قبرش میز کارش خانهاش و حتی نامه های درخواست مرخصیش پول در میآورند شاید اگر دوباره زنده می شد انتخاب میکرد که ننویسد شبها بچه ها خوابن. کارها تمام شده. تا صبح فردا هیچ طلبکاری به نویسنده زنگ نمیزند و او میتواند در آرامش کامل با بهانه خواب بودم گوشی را جواب ندهد. نوشتن در شب بخشی از تصویر رمانتیک نویسنده است که در ذهنها حک شده. تصویر مردی آشفته که پشت میزش نشسته می نویسد و پاره می کند. لیوان چای در یک دست و سیگار در دستی دیگر. این تصویر رمانتیک از نویسنده آنقدر قوی است که وقتی یک نفر مثل من بگوید شبها زود میخوابد و صبحها زود بیدار میشود و فقط در طول روز می نویسد مخاطب به نویسنده بودنش شک می کند. هر چقدر نویسنده ای مثل هاروکی موراکامی هم سهرخیزه است فایده ای ندارد. میگویند هاروکی که نویسنده نیست، نویسنده فقط کافکا. سال آخر دبیرستان با گروهی از رفقا پیاده از سمت علموت رفتیم سمت تونکابون. جوان بودیم و راه را درست بلد نبودیم. روز دوم پانزده ساعت راه رفتیم ولی به جای پناهگاه رسیدیم به جنگل. خورشید رفت و محتاب از میان درختان بلند به زمین نمی رسید. مانده بودم که شب جنگل و زوزه گرگانش ترسناکتر است یا شب پس کوچه های ترشت و صدای موتورهایش. البته مسئله مربوط به زاویه دید هم می شود. اگر دراکولای برامستوکر بود می گفت به فرزندان شب گوش بده ببین چه موسیقی دلانگیزی می نوازند. این جور شب قهرمان لازم نیست حتما جانش را از دست بدهد. همین که چوپانی پیدا شود و راه را بلد باشد یا یک تاکسی از ترشت بگذرد کافی است. با همان تاکسی می شود رفت فرهزاد یا پل طبیعت یا حتی فرودگاه و رسید به پراگ و کنار رود ولتاوا قدم زد تا پل چارلز و نوازندگان را دید و مجسمه های گوتیک را که بدون نور پردازی و زرق و برق و گردشگر ترسناکترین حیبت های پراگند. در شعر تاریخ شب توضیح می دهد چطور ادبیات شب خشن وحشتناک را تبدیل کرد به پدیده زیبا و رمزالود و حراساور. از این جهت شاعران و نویسندگان و به طور کلی تمام کسانی که تخیل جامعه، وحشتها، آرزوها، رویاها، کابوسهایش را بیان می کنند در ارتباط با شبند. شب محل وحشت است و اینها تسکین دهندگان وحشتند. داستانگویان ایرانی که اولین بار در طولانی ترین شب سال استوره مهر را ساختند مردمشان را از وحشت نجات دادند. همانطور که رستم به غار جرف و تاریک و دوزخسان رفت و دیو سپید را کشت و تاریکی را از چشم پهلوانان ایران دور کرد. رستم بی خود نمی گوید که شب تیره را با برق شمشیرش رخشان می کنند. در ایران قدیم که نویسنده ها و شاعران حکیم بودند شب برایشان استعاره عرفانی از جهل و گمشدگی بود که باید از آن می تا سپیده حقیقت بدمند. در ایران جدید که نویسنده ها و شاعران مبارز شدند شب برایشان استعاره شد از استبداد که باید شکستش می تا به نور آزادی برسند. میان این دو شب فاصله چندانی نیست. شب تاریکی که حافظ را میترساند کم و بیش همان شب فریبکاری است که در زمستان اخوان راه را تاریک و یاران را از هم دور کرده این شب تمام نمی شود مگر با خون داستان قلب فروزان دانکو اثر ماکسیم گورکی را خاطرتان هست دانکو قلب نورانیش را از سینه بیرون کشید مردمش را از تاریکی به نور رساند و در این راه جان داد من با این جور کتاب ها بزرگ شدم در نوسان شبها با معانی گوناگون از شبهای روشن پترزبورگ تا شبهای تاریک بیل در نوجوانی یک بار در جمعه بازار کتاب شرکت کردم کتاب دست دوم فروختم و خریدم و روز آخر من ماندم دست تنها و چندین و چند جلد کتاب شب با دوتا ساک پر از کتاب رسیدم میدان شاپور حالا تا خانمان که آخر بازارچه شاپور بود باید پیاده میرفتم هر چند متر یکی از بندهای ساکها از سنگینی پاره میشد آن زمان هنوز گوشی همراه اختراع نشده بود که کمک بخواهم. کوزت هم نبودم که در شب تاریخ جان والجان از راه برسد و سطلم را بگیرد. گرچه جان ندادم ولی جان کندم تا رسیدم خانه. آن شب کوچه های شاپور برای من فرقی با جنگل دانکو نداشت. کمی بزرگ شدم و فهمیدم سنگین ترین بارها را خودم باید به مقصد برسانم. وظیفه قهرمان همین است. شبی که رستم و پهلوانان دیگر رسیدند بالای چاه بیژن هیچ کس نتوانست سنگ در پوش چاه را تکان دهد رستم بود که خودش به تنهایی سنگ را برداشت حماسه های عرفانی ایرانی به نظر بعضی نظریه پردازان صورت های تغییر شکلی یافته حماسه های پهلوانی تاریخی اند و ادبیات مبارز محور جدید دوباره صورت های عرفانی را به حماسه های پهلوانی ترجمه کرد مرغ سحر که احتمالا محبوب ترین ترانه ای ایران جدید است مستقیم از آشیانش در قرن پنجم پرواز کرده تا به قرن چهاردهم رسیده و راوی شعر هنوز مثل شیرین در ایوان قصر امیدوار از شام تاریکش سحر شود البته شیرین اینجای داستان چاره دیگری ندارد در قصر گیر افتاده فرهاد به مکر و خسرو جان داده و او بلا تکلیف مانده احتمالا اکثر آدمهای دنیا این حال را تجربه کردهاند. شکست چند جانبه در عشق را شب مرد یا زن تنها هم شب بلوغ است وقتی مثل هامون شبانه تفنگ را به سمت عشق سابقت نشانه بگیری ولی شلیک نکنی بزرگ میشوی البته همیشه عاشق قصه مثل بیژن ته چاه و محتاج یاری شبانه رستم و پهلوانان دیگر نیست اگر بر فرض محال شبی مجنون به لیلی دست میافت بعید بود بخواهد شب تمام شود در تصنیف امشب شب محتابه سروده علی اکبر شیدا عاشق میخواهد روشنی صبح به مشرق برگردد و ظلمت شب یک طوری با او کنار بیاید این نگاه به شب تا سینما هم میرسد و دیالوگ مشهور نتاب خورشید را میسازد این همان شبی است که حافظ هم گاهی درگیرش می شود و یارش قده باده به دست بالا سرش می آید. این هم وجه دیگری از رابطه شب و بزرگ شدن است. حد فاصل شب و تا ظلمات وحشت چیست؟ میزان شخصی بودنشان ظلمات استبداد شبی است که تمام جهان شاعر را در بر گرفته ولی در ظلمات استبداد هم ممکن است یک نفر به وسال برسد و نخواهد خورشید بالا بیاید البته فقط عاشقان طرفدار شب نیستند یکی هم ممکن است نفعش در ظلمات باشد او یا میرزا کوچکان وقتی رش را گرفت یک عده از تجار دیدن ای بابا وضعشان اینطوری خراب می شود و شروع به کارشکنی کردند هر جا شبی هست یقین بدانید ادهی سودشان در این است که سهر نشود. لابد زحاک هم در ایران طرفدارانی داشته. به نظرتان خیاتی که برای ارتش زحاک لباس می دلش می خواسته زحاک را بکشند یا ترجیح می قرارداد دوخت لباسش را سال به سال تمدید کند یا چوپانی که گوسفندهایش را غذای لشکر زحاک می کرده. جلوی پای فریدون میش قربانی کرده؟ یا به نظرتان آن اشرافی که رفتند و زحاک را آوردند و جای جمشید شاه کردند مغز پسران خودشان را هم به حلق مارها ریختند؟ دو دو تا همیشه چهار تاست. چه ظلمات استبداد باشد چه سپیده ی آزادی. تازه در ظلمات شاید ساده تر بشود دو تا از جیب بغلی زد. کاسبان شب را میم آزرم در شعری فهرست کرده است. شب دد، شب بد، شب اهرمن به قاحت به زشتی درید دهن شب گرگ در پوستین شبان شب کاروانداری راهزن خب گرگ در پوستین شبان اهرمن دد و بد و راهزن دلشان نمیخواهد سپیده بدمد این شعر را وقتی بچه بودم پدرم میخوان و داستانش را اینطور تعریف میکرد که پسر شاعر شب تولد ولیعت مریض شده و او در ترافیک جشن تولد مانده و پشت پاکت سیگار در داروخانه رفیقش شعرش را نوشته نورتروپ فرای در آناتومی نقد از جان استوارت میل اینطور نقل می کند که قزل شنیدن مانند شنیدن نجوای زیر لب عاشقان است. در این نجوای عاشقانه آنچه عاشق می خواهد فقط یک لحظه است برای خودش. ابدیتی که می خواهد یک آن است. عاشق شباهنگام نشسته و در رها را که مثل مارها در میان کوهها خابیدن تماشا می کند و از شب لذت می برد. اما احریمن شب را برای همه و همیشه می خواهد. ابی در بدر کندو در همین شب بی پایان گیر افتاده و مثل خزر فرخپی در جستجوی آب حیات است. شاعران پیشین قول دادن که باده حیات بخش باشد و جانش را روشن کند. اما شراب از شعر که بیرون بیاید دیگر آب حیات نیست و متاسفانه میفروش های فیلم کندو پول نقد می خواهند. خرقه را به نسیه نمیپذیرند. در نتیجه ابی هر چقدر بیشتر می نوشد بیشتر کتک می خورد. ابی در به در تهران را از جنوبش که میگویند مهد بدبختی است تا شمال لوکسش که قرار است مهد خوشبختی باشد می نوشد و می کوبد و آب حیات را پیدا نمی کند. دست آخر خورشید وقتی طولو می کند که ابی خون بالا آورده آقا حسینی دوباره قطع کرده و در ماشین پلیس به سمت زندان می روند. شب کندو هم از دل حماسه های کوهم بیرون آمده و شبیه شب ملکوت بهرام صادقی است پایان نمی یابد مگر به جان دادن اما جان چه کسی قهرمان این حماسه قرن چهاردهمی از تبار رستم نیست که دیو سپید را بکشد و پیروزمندانه نور را به چشم شاه برگرداند آرش است و در قیاب شاه جانش را در تیر خواهد کرد تا مردم را نجات دهد تصادفی نیست که آرش همزمان با دمیدن سپیده از صدف سینه خلق بیرون میآید و رو به خورشید میگوید برای ای آفتاب او آورنده نور است به قول جامیلتون سخت است و طولانی راهی که از میان دوزخ به نور میرسد زاگرس نشینان واجه ای دارند که شب را به حقش میرساند شبگار شبگار امتداد روزگار است و این واژه در این روزگار نچندان روشن بیشتر از همیشه به درد میخورد در شبگار اثر حواسپرتی های روزگار کم و کمتر می شود و دردها خودشان را هر دم بیشتر نشان می دهند. فیلم ها و سریال ها و سلبریتی ها و ساختمان های جدید و جذاب دیگر حواس مرا از درد پرت نمی کند. به قول معروف بزرگ شدم. به این تعبیر آدمی که درد را درک می کند همیشه در شب است. اگر بپذیریم که روزگارمان شبگار شده حتی من هم که صبح ها می نویسم می توانم هم پای تصویر رمانتیک نویسنده باشم کسی که در شب می نویسد